فلان همه چیش دیده، حالا الان رسیده به من مشاور ازدواج که حق عقدمون هفته دیگه است، سالون نقدم دیدیم فلان، خب الان باید رزرو نمیم، حالا که میگن هفته دیگه رزرو، الان 2 3 ماه 4 ماه 5 ماه نمیدونم چی جوریه، ولی خب بالاخره از این زمان طرف رزرو کرده، حالا اومده میگه اینم برم پیش رو. حالا یه سری دوستان هست اجباری شده که دیگه کاملا یه حالت فرمالیته داره، یعنی فقط میگه این گواهی رو باید ببرم تا اینکه امضا کنم. یکی از موضوعاتی که خیلی مهم مثل ازدواج بحث کفیت عزیزان، این که میگن کفیت خیلی نکات ریز و زیاد داره. مثلا شخصیت طرف هست، بحث سطح خانوادهش هست، بحث های مذهبی و اعتقادات افراد هست، اصول اخلاقیشون هست، خورد فرهنگ ها هست، قومیت ها هست، محل سکونت خیلی مهمه، نمیدونم تحصیلاتشه، هوششه، شغلشه، انتظاراتی که افراد دارن، دیدگاه نسبت به بچه، فرزند داشتنش، چجوری بزرگ کردنش، نحوه پول خرج کردن و خیلی چیزهای دیگه که مثلا یه لیست بلند بالای 200 سوال میذاریم جلو افراد، اسمش هم گذاشتن کنکور ازدواج. میگیم خب ببین اینا رو بشین بزن، فکر کن ببین اینا هست، طرف اینا نداشت، اینا رو رعایت نکرده. و حالا ما الان باید بریم توی مشاوره هایی که مثلا هست، مشاوره زناشویی، خب بیاین لیست تهیه کن ببینیم که نقاط تفاهممون چیه، نقاط توافقمون چیه، نقاط سازشمون چیه و نقاط تضادمون یا خطای قرمزمون چیه. و خب الان خیلی سخته دیگه توی بحث چیزی که مثلا طرف رسیده به یک نقطه ای که میگه دو دلم نمیدونم چی شد. اینم که حدیث رسول الله دیگه توضیح نمیخواد، کلام به این واضحی و شفافیت. پیغمبر فرمودن من مرد اگر که در نزد خانواده خودم بشینم، زن و فرزندم باشم، خداوند بیش از آن دوست دارد که من در مسجد رسول الله اعتکاف کنم. میدونید اعتکاف رو فرمان پیغمبر اینو گفت، گفت آقا ببین اگه تو پیش زنت بشینی از اعتکاف پیش من دوست داشتنی تره نزد خدا. خیلی حرفا، یعنی چقدر پیامبر به کار برای همین عرض کردم خدمتتون، ما تا جایی ممکن است تلاشمون به بحثایی که مثلا اینجوری پیش میاد تو یه جوری جمع کنیم که افراد برگردن سر خونه زندگی و این تنش ها برطرف بشه. شکر الله تعالی تقریبا مثلا 100 مورد 200 مورد شاید 2 3 مورد که اون هم مثلا میبینید طرف خیلی دیگه جوری نمیشه جمعش کرد، یعنی جایی که دیگه رسیده به نقطه ای که دیگه کارش نمیشه. و ای کاش مثلا زودتر می اومدم پیش ما، شما 6 ماه 9 ماه 1 سال زودتر می اومدی درست میشد. از مواقع اینه، یعنی مشاوره ها این خاصیت رو هم. آیتم بعدی یه سری هست انگیزه های نادرست و ناسالم برای ازدواج که این خیلی تاثیر میذاره. مثلا یکیش بحث فرار از تنهاییه. خیلی دیدی مثلا طرف میگه چرا ازدواج کردیم، میگه که خب من برای ازدواج کردم بالاخره یه زنگوله پای تابوت میخوام داشته باشم، یکی داشته باشم برام گریه کنه، نمیدونم یکی هر روزی شما پیر شدم یکی آب دستم بده. خیلی مامانا گاهی اوقات میگم به بچه‌هاشون که مثلا پسرم دخترم ازدواج کنه، مثلا چه میدونم پیر شدی من میمیرم، بعد مثلا یکی باشه میبینی مثلا من کامنتی که مادر خودم هم خیلی به من گفت یکی باشه اون من میمیرم یکی باشه آب دست بده. خب یا مثلا خیلی از افراد میبینیم ترس از تنهایی دارن، به ویژه تو خانم ها زیاده که معمولا اینها اختلال استراب جدایی بزرگسال، داخل پرانتز گفتم. مطلب راجبش زیاد دارم تو سایتم IPVCS که حالا اگه خواستین لینکش هم براتون میدم که بسیار خیلی جامع و مفصلیه توضیح دادیم مثلا بحث اختلال استرابی استراب جدایی بزرگسال چقدر مشکلات ایجاد میکنه. موضوع دیگه هست یه بحثی از حرف مردم. حرف مردم یعنی چی؟ اینو خانما میگن مثلا میگن که خب حالا دخترای فامیل، زنای فامیل، خانمای فامیل چی میگن؟ تو آقایون مثلا میگه وای مثلا من تو چیز فلان اینا جای مختلف فلان، دیگران چی میگن؟ خب مثلا حالا فامیلامون فلان دوستا همسایه ها آقا تو ما، یا مثلا شما برفرض میگم ها حالا یکی از این حرفای مردم مثلا یکی از بخشاش اینه میگه طرف آقا می‌خواستیم بریم یه کار بگیریم، شنیدین احتمالاً اینو، می‌خواستیم بریم کار بگیریم گفتم باید متأهل بشی، میگه رفتیم که ازدواج کنیم گفتم بعد کار داشته باشی. بالاخره میدونین یه سری چیزایی هست که اینها جز انگیزه های نادرست، مثلا مردم آقا چی در مثلا در دروازه در میشه بس در دهن مردم نمیشه بس مال همینه. و خب ببینید درسته که از نظر اجتماعی ما یه چیزی داریم به سوشال کلاک، یعنی ساعت اجتماعی. ساعت اجتماعی یعنی چی؟ یعنی که من در یه زمانهایی باید یه سری کار رو بکنم، توی سنی باید برم دانشگاه، توی سنی باید برم یه سنی برم مدرسه، یه سنی باید ازدواج کنم بچه دار بشم، یه سنی باید برم سربازی، یه سنی باید میدونم فلان، اینا باید همه این سنی داره، زمانهایی داره.
مثلا چه میدونم شنیدین مثلا کامنت ما داره میگه عشق پیری گر به جنبه سر به رسوایی کشه. خب از نظر اجتماعی میگه ببین ما مثلا چه میدونم 60 سالگی 70 سالگی مثلا این کار نکرد. خب حالا فرهنگشه دیگه، این سیستمه. حالا یه جایی هست که میبینه مثلا مدلش یه جوری دیگه هست. خب ولی این حرف مردمه یه مقداری اینجا خلاف این قصه. منظور اینجاست که فقط به خاطر اینکه دیگران یه چیزی گفتن از ترس اینکه دیگران چی فکر کنن بذارین راحتون کنم، هیچ وقت نمیشه که همه رو راضی کرد. یه چیز واقعیه و اینا یکی از آیتم هایی که ایجاد کننده این مسئله هست. بعد در یکی دیگه از مسائل که هست مثلا انگیزه های نادرست و مثلا برای ازدواج که اینا هم موجب طلاق عاطفی میشه، بس نیاز مالی بود که ما اصطلاحی که داریم براش میگن طرف آهن پرسته. حالا اصطلاح فنیش که ما میگیم شما خیلی شاید شنیده باشید، بحث نکروفیله که مال تیپ های شخصیتی اریک فرومه. این آدم های مرده پرست هستن که اینها خیلی اصطلاحشه که حالا میگه مرده پرستن که مرده منظور که دنبال مال و اموال و دنبال اینن. اصطلاح عامیانه ای که داره مثلا میگه طرف فلانی رفته اونجا فلان داماد سرخورده شده، یا مثلا دختره میاد میگه من کلی خواستگارم. این امروز هم مثلا یه خانمی زنگ زد و گفتش که آره من کلی کیس خوب دارم. خب مثلا خیلی خانواده خوب، خوبی چیه؟ مثلا میگه آره پسر ماشینش مثلا فلان مارکه، فلان جام خونه داره، اونجا هم ویلا دارم فلان. مثلا یعنی اون به این دید داشت نگاه میکنه، آقا من تو زندگی راحت خواهم بود. مثلا در ازاش یه میگه یا آقای هست مثلا این دانشجو دکتر بود، بعد برفرض این ولی خب پول آه در بساط نداره، مثلا به زور خرج خودش در میاره. یه بحثی هست مثلا میبینید خیلی از افراد ازدواجشون به خاطر فرار از وضعیت مالی فعلیشونه، یا مثلا احساس میکنه دیدین خیلی تو رویا هستن. باز هم یکی از نکبت‌های فضای مجازی که عمل رویایی کرده، تخیلی کرده، فیلم رو میبینه فکر میکنه واقعا چه خبر اون برای اینا، و تصور اینه که آره با فلانی ازدواج کنم باشم برم خارج، با فلانی ازدواج کنم مسافرت خارجی داخلی برقرار، تفریح هم رفاه هم اینا. اون بحث های اینجوری، یعنی ممکنه سیر باشه ولی خب میخواد بیشتر بخوره یه وقتی از یک کم هستن. اینا نکاتیه که خراب میکنه بعد از زندگی. یه مطلب دیگه رقابت و حسادت و چشم هم چشمیه. مثلا همه پسرا فامیل رفتن، من چرا فقط موندم؟ منم برم زن بگیرم، همه رفتن گرفتن. او یا اینکه مثلا شما میبینید دخترها هستن مثلا که همه رفتن شوهر کردن، ای من موندم فقط. و بعد این مثلا یه حالتی که پول برشون میداره، وای شوهر تموم شد، نمیدونم وای سنم گذشت، وای فلان. مثلا میگم همین امروز این خانمی که گفته بود میگه من دیدم که استادم، یعنی که دختر 23 ساله داره میگه که من دیدم استادم 32 سالش با یه دختر 18 ساله ازدواج کرد، من دارم احساس میکنم واقعا سنم گذشت تموم شد. رقابت دیگه، چشم چشمی دیگه. به طور معمول این حالت ها هرچی سطح تحصیلی فرد پایین تر خیلی بیشتر هست، هرچی که سواد اجتماعی اقتصادی خانواده ها بالا یا پایین باشه تأثیری روی نداره، بیشتر روابط خانوادگی. یه بحثی هست که مثلا تو محیط های مدرسه، محیط های دانشگاه میبینید خیلی زیاده. برفرض یه هم تو دانشگاه ما حالا زیاد میبینید توی کلاس یه دختری شروع کرد رفت با یه پسری دوست شد، بعد خواستگاری شد، بعد ازدواج شد. شما میبینید تو این رفت تا ترم آینده یه چند تشون پشت سر هم رفت. آه چرا فلان رفتی سن نشه دیگه فلان. و بعد در خانواده هایی که سن ازدواج پایین تری همین حالت رو دارن، این رقابت چشم هم چشمی هست. خب یعنی هرچی که میدونین چون دیگه میگه باید به سرعت وارد عمل بشم دیگه، ولی خب یه جایی هست که بالاخره طرف میگه آقا ازدواج خوب خوبه، به قولش میگه ازدواج خوبش خوبه. بله خب خیلی حرف فلسفی بود، ولی خب واقعیتش اینه که باشه یه وقتی هست که آدم به هر قیمتی نباید ازدواج بکنه. درست است که امر بسیار مهمی است که پیغمبر فرمودن نکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، ولی خب ما نمیخوایم سرپیچی کنیم از سنت رسول الله، که ما فقط بحثمون این است که اون کفریته، اون شأنیته باید حفظ بشه. و چون همونجور که امام صادق فرمودن، حتما همتون بهتر از من میدونید، امام صادق در اون طوافی که داشتن، طواف معروفشون هست، میان پرده کعبه رو میگیرن و میگن که ببین تو رو میخوام به چیزی قسم بدم که از تو چش این تمومش کنم، میخوام تو رو قسمت بدم به چیزی که از تو شریفتر نزد خداوند، با اون اعتبار و آبروی مؤمن. پس بنابراین باید حواسمون باشه که درست است که این کار خوب است، اما شرایط داره، اما ویژگی داره، اما خیلی نکات ریزی داره. خب الان چه بکنیم اساتید محترم؟ خیلی ممنونم، خدا قوت. الان دیگه اگر اجازه بدید دوستان ما چت رو باز کنیم، دوستان سوالاتشون بپرسن. در خدمتتون هستم، مشکل نداره.
دوستان بفرمایید سوالاتتون رو بنویسید تا یادداشت میکنید. من اول کلاس دوست داشتم سوابق آقای دکتر رو برای معرفی و آشنایی عنوان کنم، اما چون با تاخیر و با عجله شروع کردیم گوشته بودم تو رست که دیگه رست ندادیم. خیلی سریع تعدادش رو خدمتتون میخونم. آقای دکتر شهر سبارانی که سعادت داریم خدمتتون هستیم امروز، دکترای روانشناسی از دانشگاه گوتنبرگ سوئد دارن و جامعه شناسی آکادمی ملی علوم ارمنستان، عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاور ایران، عضو انجمن روانشناسی کانادا و آمریکا، مدیر مرکز روانشناس مرکز مشاور روانشناسی تهران، مدرس خیلی از دوره‌ها در اشرت در کلینیک‌ها و مرکز سلامت پیش هستی، مقاله علمی و پژوهشی در سطح بین‌المللی، دارای سه جلد کتاب و مدرس خیلی دوره‌های دیگه که انشالله سعادت داشته باشیم مجدد خدمتشون باشیم. خب بریم سراغ سوالات که خب فیزیک مرد اولی مال آقای فروزان اگه اشتباه نکنم چیزی جا نیفتاده باشه، فکر کنم اولین سوال مال آقای فروزان بود. آقای دکتر فرمودن که فیزیک مرد و زن و اینکه چاقی و لاغری شده یکی از اختلافات هم توضیح دهید. ببینید خب من هر گونه حرفی راجع به اینکه ما چاقا خوبیم بزنم میگین تو چاقی داری میگی خوبی، من اگه لاغرم بودم هر گونه حرفی راجع به اینکه لاغر هستم بزنم میگفتین که تو لاغری خوبی. پس بنابراین یه بحثیه، اما ببینید یه بحثی هست بحث سلامته. در بحث سلامت بعد ما یه بحثی داریم عددی هست به نام BMI. BMI میگیم بین 21 تا 25 ش خوبه. خواهش من دست گیر ندین آقا، BMI 18 میگن خوبه، 18 دیگه مداده. BMI بین 21 تا 25 خوبه، البته بستگی به بافت استخوانی، میزان درشتی کوچیکی فلان اینا و تراکم استخوان و دانسیته و اینا و اینکه فرد چه ورزشی انجام میده یا نمیده هست کاملا درست میفرمایید. یه بحثی هست، اینها هست، اما اتفاقا ما یه صحبتی داشتیم هفته پیش با یکی از دوستان، بحث اختلالات بچکلی بدنی بهش میگن بادی دیسمورفیک، اینایی که میرن خودشونو میسپرن به دست اطباء. خب ما توی جای هستیم حالا در خدمت سری دوستانی، یکی از اساتید هستن اونجا، حالا نامشون محفوظ، ایشون از جراحان مغز و اعصاب استاد دانشگاه شهید بهشتی هستن. صحبتی که داشتن دکتر میگفتن ببین الان کرانیوپلاستی اومده، کرانیوپلاستی یعنی عمل جراحی زیبایی جمجمه. میگو اصلا من حالا ایشون انجام نمیداد، میگو من خیلی این دخترم میام، من یه کسی که مثلا ضربه خورده ناقص شده، مثلا یه چیزی مادرزادی ایراد داشته، میگو اصلا میاد میگه من میخوام شکل جمجمه‌مو عوض کنم. خب غیر از صورت ها کل چون این تیکه میشه مثلا جراحی پلاستیک زیبایی فلان اینا، ولی خب جمجمه کرانیوپلاستی از اونجا میاد شروع میکنه طرف تا انگشت پا. حالا یه مقدار تو خانم ها بیشتر هست، جراحی های نمیدونم انواع و اقسام و فلان این حرفا هست و چه میدونم الان میگه حلقه بندازم دور چیز بعد بایپاس بزنم فلان کنم لاغرشم چاقشم. ببین من حالا به شوخی میگم، میگم ببینین حالا طرف چه مرد چه زن وقتی اینا رو دستکاری رو که میکنه بچه‌شون که بیاد پس فردا مشخص میشه اصلش چی بود دیگه، بعد میدونید که میتونن ادعای خسارت بکنن چه مرد چه زن از مثلا طرف مقابل. یعنی بخوام بحث خشن حقوقیشو بگم، بحث واقعیتش همین است که خب من نمیتونم واقعا بفهمم که خب یه سری دارن این کار رو میکنن. خب آقای محترم، خانم محترم، شما یکی از فرق سر تو کف پات همه جوت عمل کردی، تزریق کردی، فلان کردی، بعد شما داری ادعای صداقت میکنی، شما میخوای مثلا رابطه پایدار، شما از اول با دروغ با خودت داری دروغ میگی به خودت، خودت رو نمیپذیری، خودت مشکل تصویر بدنی داری چجوری با یکی دیگه. و خب حالا جناب فروزان ببینید یه مطلبی هست، خدای خب من خودم هم میدونم مثلا 20 کیلو 30 کیلو وزنم دقیقاً 30 کیلو میدونم دیگه، اما این باید طبق یک فرمول باشه و پیشنهادم اینه در مورد این مسائلی که هست بهتره به جای اینکه افراد با هم صحبت کنن، چون که مثلا میگم من که متخصص تغذیه نیستم که خیلی شیک و مرتب ها میشم میرم پیش یکی که مثلا رشتهش فیزیولوژی ورزش فوق لیسانس دکتراش داره، هم به من رژیم غذایی درست میده، هم به من تمرین ورزشی درست میده، خب خیلی خوب میشه، کانون زندگی اوکی، ورزش هم میکنه، در این حال میدونین که وقتی فعالیت ورزشی اضافه میشه بعد ما هورمون استرس بدنمون کم میشه، هم لاغر میشیم، هم اعصابمون آروم میشن، رفتار بهتری خواهیم داشت، هم بدنمون خوش فرم تر میشود. و خب باید اینو در نظر داشته باشیم که یکی از مسائل بسیار مهم
در زندگی مشترک. اینی که مرد و زن حتما ورزش داشته باشن و جلو تغذیهشون کنترلی وجود داشته باشه، چون خیلی از این مواد، خیلی از این مسائل، حالا من یه چیزی میگم میخندین، امیدوارم کمتر بخندید، ولی خب اگه شما زیر 5 بار در روز مسواک میزنین، عذر میخوام هر کی ناراحت میشه تقصیر من نیست، باید پیغمبر میگه قل الحق ولو اضر به سال. خب یعنی حتی من ضررم بکنم، این دارم صادقانه میگم خدمتتون، شما اگه کمتر از 5 بار در روز مسواک میزنید، مطمئن باشید خیلی مشکلات زناشوییتون زیاد خواهد. شما 5 بار مسواک بزن در روز، من قول میدم هیچ کار دیگه نکن، فقط 5 بار مسواک بزن، ظرف 1 ماه حداقل 20 تا 25% مسائلتون کمتر میشه. خیلی بحثش مفصله، این چیزی که بوی بد دهن منه وقتی که من مسواک نمیزنم میاد، این یه گاز سمی ناشی از فعالیت باکتری های توی دهن. خب این گاز واقعا سمیه، جرم روی دندون ها رو گرفتن، روی قلب خرگوش گذاشتن، دچار نوسان ریتم قلبی شد، زمانی که جرم زیاد گذاشتن سکته قلبی در جا قلب وایساد. خب میخوام بگم در این حالت انفارکتوس قلبی بوده، واسه این خیلی چیز وحشتناکیه، این ماده سمیه. بعد این بخارش تو دهن ما، از این بوی بعد دهن که بسته است بخاره دیگه، این ما داریم نفس میکشیم، از تو ریه میره تو، از طریق جذب سطحی هم که جذب میشه سقف دهن، مستقیم جمجمه این زیر دیگه، مغز اینجا جذب میشه، جذب محیطی، درست مثل اینکه قرص زیرزبونی زیر زبون میذاریم، چطور سری میره توی مغز و مثلا چیزا اینو، بعد میاد فشار میاره پایین، یا مثلا شما یکی فشارش افتاده زیر زبونش، یه دونه زیر قند میذاره سری، جذب میشه درست میشه، یا مثلا کسی که سیگار میکشه از ریه نمیره، از جذب دهانیه در درجه اول. خب این هم همونه، این همون مکانیزمو داره. یعنی میخوام بگم ببینید چقدر ساده، مثلا همین مسواک زدن خودش کلی عامل داره پایش وزن نفر بعدی. آقای بهرامیان فرمودن عده‌ای پس از چند سال اول زندگی به این نتیجه میرسن که عقایدشون متفاوت هست، در اینجا باید چه بکنن؟ ضمن عرض سلام و خدا قوت خدمت جناب آقای بهرامیان، شما در این جور موارد اگر افراد اینچنین رو دیدید، هم خدمت آقا هم خدمت خانم سلام برسونیم، بفرمایید که در اسرع وقت تشریف بیارم پیش همکارای بنده، یا بنده ما باید بشینیم دونه دونه آنالیز بکنیم، بررسی بکنیم، و این بررسی رو که کردیم در خدمت شما عزیزان، این موضوع رو باید موشکافی بکنیم و مورد به مورد باید درست بشه. من تجربه شخصی، این که میفرمایید عقایدشان متفاوت است، گفتم خدمتتون یه بحث تفاهم داریم، یه بحث توافق داریم، یه بحث سازش داریم، یه بحث تضاد داریم، یعنی تخت قرمز. خیلی خیلی موارد تضاد ما کم هستن در زندگی، و اینها رو باید بشینیم دونه دونه موردها رو بررسی کنیم. و همراهان عزیزان، به طور معمول این از اون شدت بحرانی میاد پایین و قابل حل و قابل تحمل خواهد بود، به شرط اینکه دو نفر علاقمند به هم باشن، و مهمتر از اون به این پیمان الهی که با هم دارند پایبند باشن و تعهد زندگیشون باشد. سوال بعدی، در مورد معیار ازدواج مثل تحصیلات و غیره باید حتما یکسان باشن زن و مرد؟ خیر، بحث یکسان بودن نیست، بحث تشابه. خب و بعد مثلا اینکه چه میدونم، مثال میخوام بزنم، ببینید به طور معمول میگن این جامعه ماست، جامعه دیگه ممکنه متفاوت باشه، در جامعه ما خانم ها معمولا دوست دارن شوهرشون یه سرگردان از خودشون سرتر باشه به طور معمول. خب این که میگم معمول، یعنی 75 تا 80% اینجوری، حالا دوست دارن که به قول چیز اون حالا بتونن فخر بفروشن، بتونن احساسی داشته باشن نسبت به اینکه آقاشون ازشون برتره، همسرشون به مرز زندگیشون از اونها برتر است. پس این یه آیتمه. دو اینکه ببینید، بحث شباهت ها از این جهت میشود که فیلمثل عرض میکنم، ما موردش رو زیاد داریم. وقتی که یک فردی تحصیلات دکترا داره، PhD گرفته، با یک فردی که دیپلم هست ازدواج میکنه، اینی که دکترا داره خب کل کارش تحقیق علم، کتاب خوندن، 12 تا 14 سال حداقل تو دانشگاه نشسته درس خونده، کتاب خونده، براش مقاله ارزشمنده، کار علمی، کار پژوهشی، کار فنی، کار آکادمیک، دانشگاهی براش مهم. من دیپلمه، اوج تفریح هم چیزای دیگه هست، اینه که دوره همین باشم برم به خونه مامان بابای با رفقام باشیم، ببینیم آخر هفته یه سر باقی ویلا یا ممکنه یه استخری ورزش چیزی، نهایت آخرش این باشه. این یکی از مواردی است که ما هشدار میدیم، اما میگم ببینید به تنهایی نیست،
ما خیلی از عزیزانی رو داریم که از نظر دانشگاهی عقب موندن توی تحصیلاتشون، اما شما وقتی باش صحبت میکنیم میبینی طرف یک کتاب خونه مثلا تو خونش داره 2000-3000 جلد کتابه و کتاب های رو خونده که شستاد دانشگاهی شاید نخونده باشه، ذهن تحلیلگری داره که شاید خیلی نداشته باشه. سوال بعدی و آخرین سوال باشه. من سوال بعدی رو باید بپرم چون هم ایشون از کار اخراج میشن، هم ما از کار برکنار میشیم، هم شما. سوال نه بعدی من بذاری جوابشون رو بدم یه لحظه عذرخواهی میکنم جناب آقای کریمی، جسارت میکنم خدمتتون، شما در اون زمان حضور داشتی و شما روایت های شیعه رو میگید، روایت های سنی رو میگید، کدوم رو خوندید؟ صحاح سته رو خوندید. خیلی از عزیزان ما با مراجع تقلید عظام که صحبت میکنیم در این زمینه میفرمایند که عرض به حضورتون شود که در مورد بحث تعدد زوجات پیامبر میگن که اغراق شده و من حداقل در حد سواد ناقص خودم، سواد سته که مال عزیزان اهل سنت است، 6 کتاب است، هر کدومی صحیحه، صحیح بخاری معروفش است، بعد از اون میشه صحیح ترمذی، شما بخونید در اونها میگن احادیث مختلفی است و قطعیتی وجود ندارد. من ذکر میکنم آیه قرآن رو که میفرماید ولا تقف ما لیس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد کن عنهم کانوا مسئولا، یعنی اینکه در هر صورت ما زمانی که چیزی رو میخوایم بگیم که نمیدونیم پس فردا باید جوابشو بدیم و این یکی از اون مواردی است که اختلاف هست بین نظر عزیزان. برای همین چیزی رو که اختلاف هست من هم نمیدانم. هر زمان شما علمی پیدا کردید به صورت کامل باید ببینیم ما آیا شرایط روحی و جسمی ایشون رو داریم، آیا دانش ایشون رو داریم و باقی موارد، بعد بشینیم راجع بهش صحبت بکنیم، یکی ما رو هدایت کنه که ماجرا به چه صورتی است. خیلی سال بعدی که دیگه زمان نداریم، فقط پرسیدن جلوگیری از این طلاق هانیت که جزء مباحث آتیمون هست احتمالاً، درسته؟ ببینید طلاق عاطفی گفتم یه چیز ذهنیه، یک فاز ذهنی 100% راهکار داره و ما بهش میرسیم اگر انشالله فرصت بکنیم. ببینید اصلا نگران نباشین چون جزوه به شما فراسوب میرسه، یعنی خیالتون راحت باشه، تمام این داکیومنتش هم هست و اضافه بر اون هم باز من مطلب دارم تقدیمتون میکنم، هیچ نگرانی نداشته باشید از این نظر. خب بریم ببینیم که تایمرمو بذارم. خب مورد بعدی که انگیزه ناسالم هست بحث بقای نسل و ادامه نامه، که خب این یکی از انگیزه های نادرسته. طرف میگه من فقط میخوام بچه داشته باشم، برای چی؟ برای اینکه بمونه اسمم. چی بمونه اسمم؟ بمونه چی؟ مثلا ببینید که حالا توی سری از سیستم هایی هست، مثلا حالا مواردی هست افراد دارن خانواده داره، به ویژه تحصیلاتی که پایین تر باشه، سطح اجتماعی اقتصادیشون پایین تر باشه، میدونین اون بحث نام نیکه رو طرف میگه نام نیک و نمیدونم سرای زرنگار رو از این حرفا شعرش هم یادم رفته. این از موضوعات اینه که خب درسته بحث نسل و نام فرد موندنش خیلی مهمه، اما اینکه فرزند صالح گلیست از گلهای بهشت و چه زمانی من میتونم فرزند صالح داشته باشم؟ آن زمان که من با فردی هم کف خودم باشم که کمترین میزان تنش رو با هم داشته باشیم که بتونیم انشالله تعالی یک فرزند خوبی رو تربیت کنیم که آبرودار پیغمبر امام حسین و حضرت علی و خانم فاطمه زهرا باشیم و نگیم بعد مثلا اون دنیا ببین یقم این چه شیعه‌ای بود تربیت کردی، تعبیر دادی این چه پیرو پیغمبری بود تو تعبیر مدت آبرو ایسیه چرف ما رو بردی با این بچه تربیت کردنه، مسلمون اینه. بعد همین موقع دیگه میگه آقا نه مسلمون واقعی اینه، مسلمونی اینه. ببین اصلا خود به شکل خود رفتار ما مشخص میکنه. این اون نکته هست، خیلی نکته مهمی است و ما خیلی از مواقع این مسئولیت اجتماعی که نسبت به اون عزیزان و بزرگان داریم فراموش میکنیم. و مثلا صرفا من فقط تولید بکنم، صرفا یه چیزی من مقاله یه چیز دست مشتری بدون، یه مقداری اجحاف، یه مقداری ناحق این فکر، حالا باید روش بیشتر کار بشه. مورد بعدی بحث اجبار خانواده هستی که بحثی نداریم دیگه، زوری. حالا این اجبار ها و این زوری ها و اینا من اصلا واردش نمیشم، فقط گفتم اینجا بدونین، نوشتم مثل نکته ها رو امضا اومدی. بعد یه سری گزینه هست، تخیلاتیه که ما داریم. این تخیلات هم در حقیقت ما یه کتابی هست به نام دروغ‌هایی که به خود میگوییم و یکی از عزیزان یه خانم بودن فرمودن راجع به بس ترباره ها،
بر طلاق و اینا اگه خیلی دوست دارین، کتابی هست به نام قصه های عشق. خب این کتاب های قصه های عشق رو بگیرید، یا قصه عشق ترورا عشق، این کتاب خیلی خوبیه، میتونیم بگیم مال استرنبرگ، توضیح داده راجبش که ما با چه چیزی با چه کاری. به طور معمول اینجوری است که ما با تصویر ذهنیمون ازدواج میکنیم، نه با فرد. با یعنی چی با تصویر ذهنی؟ این من یک تخیلی دارم از همسر، یک تخیلی دارم از اون شریک زندگیم، پر پروازم. من با اون تخیل اولین زنی که دیدم یه ذره بهش جذب شدم، اینو میذارم اونجا، نمیبینم خودشو، اونو میبینم. من به عنوان یک زن یه تخیلی دارم از مرد ایدئال در ذهنم، اولین مردی که دیدم مثلا باش سعی میشدم نزدیک شدم باش ارتباط داشتم، اینو میذارم جلو. خیلی خوب باشه، حالا اومدی به قصد ازدواج، آشنا شدیم، سعی میشدیم، بریم رفتیم، قرار نیستش که بنداب بدیم، که قرار نیستش که دل بدیم بریم آقا همه فردا عقد کنیم فلان کنیم این شروع شد، نه. بس ببینیم چه جوری. مثلا این گیراش ترین بودنه، میگو مثلا جنتلمن ترین، پولدار ترین، جذاب ترین، خوشتیپ ترین، خوشگل ترین، قوی ترین، جالب ترین، باسواد ترین. بپذیر قربون شکل، منم یه آدمم، تو هم یه آدمی، نباید من از تو انتظار می داشته باشم تو بهترین باشی، تو هم نباید از من داشته انتظار داشته. خیلی خب، من به عنوان یک مرد ناقصم، یه چیزی، من به عنوان یک مرد ممکنه خیلی ورزشکار و خوبی و خیلی باسواد، دو تا دکترا، سه تا، چهار تا، پنج تا، بالاخره یه جای بیشورم دیگه، حد شعور آدم های اندازه یه دیگه. خب من راجع مثلا مسائل چه میدونم، بیولوژی، راجع مسائل ژنتیک، راجع مسائل شیمی و ریاضی و فنی و مهندسی، خب بیشوری مطلق دارم، نمیتونم ادعا کنم که اینا. بعد خب همسر من مثلا بگه که خب چون تو دو تا دکترا داری، پس بنابراین تو باید در همه زمینه ها نظر بدهی، اینکه به همه زمینه ها نظر میده، اقیانوسیس به عمق 1 میلیمتر، اقیانوسیس به عمق 1 میلیمتر. خب مثلا این هاست، آقا بالاخره میدونی مثلا این بعد همیشه بهترین باشه، نه این تریم است. یا از اون بحث متفاوت بودن همسره، که مثلا ما این خیلی به طور معمول این تفاوت ها رو در نظر نداریم. این مثلا بحث شخصیتشه، بحث شغلشه، بحث سطح اجتماعی، خورده فرهنگاست، خانواده طرف، ارتباطشون، ظاهرشون. ما اصلا یه چیزی مثلا میگه خب من میکوبمش از نو میسازم شخصیتش، شغلش میتونم عوض کنم، سطح خانوادهش، آقا اینه، هر چی دیدی همینه، هیچ تغییری نمیتونی بدی، این انتظار خیالی هست که ما فکر میکنیم میتونیم طرف رو درستش کنیم ولی نیست. پس عامل بعدی این بی‌مبالاتی به توجه خواسته های ساده و قابل اجرای همسره. یعنی ببینید، من حالا خیلی از جا هست، خیلی از مثلا آقای میای حالا بعد زنه رو ببرمش بیرون 500 تومن یه تومن خرج، نه بابا نمیخوام انقدر چیزه. خیلی از خانم‌ها هستن باشون سوال، بعضی از خانم‌ها ممکنه حساسن نسبت به اینکه بعد جای لکچری باشه فلان شد، ولی خب من تا الان با هر خانمی که صحبت کردم، من در حد انتظار طرف چیز دارم، او باشه من اوکی تو تخم مرغ بگی ببریم اونجا مثلا از این